حالا میرسیم به فانکتور. فانکتور یک مبحث مهمیه توی برنامه نویسی فانکشنال که از کتگوری تئوری اومده. کتگوری تئوری نظریه ریاضیه که خود ریاضیدان ها بهش میگن ابسترکت نانسنس یا ابسولوت نانسنس، یعنی انقدر همه چیزش ابسترکته که کل مفاهیم دیگه ریاضی رو میتونیم باش توصیف کنیم. یعنی با کتگوری تئوری از نظریه اعداد تا توپولوژی تا هندسه همه چی رو میشه باش توصیف کرد. و من اینجا براتون کاتگوری در واقع چیز ابسترکته که یه سری چیزایی داره به اسم آبجکت. اصلا مهم نیست که این آبجکت ها چیان، هیچ ربطی هم به آبجکت های توی آبجکت اورینتد نداره. یه سری نقطه هم تو فضا کلن و یه سری مورفیزم. مثلا میگیم که این سه تا این کاتگوری سه تا آبجکت A و B و C داره و سه تا مورفیزم هم یه سری فلش هم هیچ معنی ندارن. مثلا میگه که و هر برای اینکه کاتگوری باشه هر آبجکتی باید به خودش یه مورفیزم داشته باشه و اگر که ما یه مورفیزمی از A به B داریم، حالا اینجا نداریم، از A به B داشته باشی و از B به C باید حتما یه مورفیزمی از A به C داشته باشی. و اینقدر این ابسترکته که میگم هیچ معنی اینا ندارن و توی حالتهای مختلف معنی پیدا میکنن. مثلا تو زبون برنامه نویسی کاتگوری ما میشه کاتگوری تایپ ها مثل اینت، اینتجر، دابل، فلان و مورفیسم ها میشن فانکشن ها، یعنی اونجا معنی فانکشن پیدا میکنه. تو یه جای دیگه ممکنه اینا یه معنی دیگه پیدا کنن. و یه چیزی هست به اسم فانکتور تو کاتگوری تئوری که یه کاتگوری رو مپ میکنه به یه کاتگوری دیگه. یعنی شما اینجا کاتگوری دارید A, B, C با یه سری مورفیسم، اینجا یه کاتگوری دارید F, B, F, C و F فلان. شما دقت کنید همه آبجکت ها با اون F، یعنی اگر که بگیم مورفیزما آبجکت ها رو به هم دیگه مپ میکنن، فانکتور ها کاتگوری ها رو به هم مپ میکنن. یعنی فانکتور میاد تک تک این آبجکت ها رو مپ میکنه، مثلا C میشه F C، A میشه F B، B هم میشه F B، یعنی لزوم نداره به یه آبجکت مپ چن. و مورفیزما مپ میشن به معادل خودش، یعنی مورفیزم این میشه یعنی F ID C میشه ID F C، این F میشه F. دقت کنید یک ساختاریه که داره استراکچر رو حفظ میکنه، از یه استراکچر به یه استراکچر دیگه میبره. حالا این چی کار میکنه برامون؟ احتمالا خیلی از شما فانکشن مپ رو لیست کال کردید، مثلا لیست 1 2 3 مپ کن دو برابر. اون مپی که همیشه کار میکردید یه فانکتور بود و شاید نمیدونستیم که فانکتوره. فانکتور امضاش اینطوریه که میگه من یک فانکشنی از A به B میگیرم. F ببینید F یک کانتکسته. مثلا چی کانتکست یعنی چی؟ مثلا اگه با آپشنال توی جاوا کار کرده باشی، آپشنال یک کانتکسته، میگه من یه چیزی هم که تو یا یه مثلا عددی هست یا هیچی نیست، نال نیست دیگه. یا لیست یک کانتکسته، یک کانتکستیه که انتجر رو در خودش، مثلا یه لیستی از انتجر دارم، اینا رو تو خودم دارم. و اف مپ میاد میگه خب من A به B رو که نمیتونم به F A اعمال کنم در حالت عادی، چون این یه A میخواد، ولی این F A یعنی این F فانکشن نیست، این کانتکست، اینجا فانکتور A. برای همین فانکتور یک دیزاین پترن، همونطور که تو OOP دیزاین پترن های مختلف داریم، توی فانکشن های دیزاین پترن هم فانکتور اپلیکیتیو و مونات هستن. جلوتر نگاه کنید، مثلا فرض کنید من یک کانتکستی از 2 دارم، فانکتور میاد اینو از تو کانتکستش ور میداره عدد 2 رو. یه فانکشنی دارم به اضافه 3، 2 رو با 3 جمع میکنه میشه 5، دوباره اینو ور میگردونه توی کانتکست. و مثال میزنم، فرض کن آپشنال 2 دارم، آپشنال 2 رو نمیتونم با 3 جمع کنم، فانکتور میاد اون آپشنال 2 رو از آپشنالش در میاره، اگه خالی بود خالی برمیگردونه، اگه عدد بود جمع میکنه، دوباره آپشنال 5 بهتون برمیگردونه. این هم مثال خالیش، اگه هیچی نباشه هیچی به شما برنه میگرد. حالا کدش توی کاتلین چه شکلی میشه؟ ما کاتلین اینجا یک ضعف خیلی بزرگ داره در مقایسه با من، پیداش نکردم هرچی گشتم، اگه پیدا کردید یا پول ریکوستی چیزی به من بدید. شما میتونید توی کاتلین همچین چیزی داشته باشید، ولی همچین چیزی نمیتونید داشته باشید. یعنی higher order kind به این میگن. شما وقتی که یه دونه جنریک میدید دارید یه تایپ میدید، تایپ پارامتر میدید، ولی اگه اون جنریک خودش یه تایپ دیگه داشته باشه بهش میگید higher order kind. و همچین چیزی توی کاتلین وجود نداره. مثال براتون بزنم، تو اسکالا مثلا هست،
میگه من یه فانکتوری هستم که خودم یه افیه که باز خودش یه چیز دیگه ای قبول میکنه. برای من نتونستم توی کارتون اینو بنویسم، مجبور شدم یه حالت خاص واسه آپشنال بنویسم، یعنی انگار این فانکشن فانکتور آپشناله که یه اف مپ داره، میگه من یک افی ام که ای میگیرم و بی میدم، ولی ورودیم یک آپشنال ایه و یه آپشنال بی برمیگردونم. تعریفش چی میشه؟ میگه اگر این فانکشن اف ای is present نیست، یعنی اگر خالیه اون آپشنالی که پارامتر ورودی خالی برگردم، اگر نه اون اف رو از تو کانتکستش در بیار. آپشنال وقتی میگید گت مقدار توش رو میده دیگه، اف رو روی اون اعمال کن، دوباره آپشنال از روی اون بساز و برگردون. اگه اینجا مثال بزنیم، فرض کنید بگیم سام 2 آپشنال 2، خود این ببینید مپی که همونطور که لیست مپ داره آپشنال مپ داره دیگه، اف ایکس هم یه فانکشنیه که به هر چیزی دو تا اضافه میکنه. حالت عادیش از فانکشن خودش استفاده کنید، بگید مپ کن ایکس به اضافه 2 رو روی آپشنال، بعد آپشنال 4 بهتون برگردونه و اگه خالی باشه بعد خالی برگردونه. و اینجا دوباره همون اف مپی که ما نوشتیم هم همون کارو میکنه، میگیم اف مپ کن اف رو روی سام 2 بعد آپشنال 4 برگردونه و روی خالی بعد خالی برگردونه. این تست هم پاس شد و همین رو میتونیم توی اسکیل اسکالاش هم ببینیم. اینجا ولی فرق اینجا دیگه من مجبور نبودم آپشن بذارم، تو میتونستم بگم اف، این اف رو میتونستم بگم لیست باشه، هر چیزی باشه و خیلی شبیه تر به اون عکسی بود که براتون آوردم، A از B F A F B A به B F A F B و آپشن فانکتور میشه یه حالت خاصی از این که آپشن رو به عنوان این F پاس میدم، باز خودمون میتونه یه پارامتر دیگه بگه. و اینجا میگه اگه هیچ نان بود نان برگردون، سام یه چیزی بود سام Fش رو برگردون. یعنی پترن میچینگش هم خیلی تمیزتر از یه همچین چیزیه که بخوایم بنویسیم. وقت هم داره تمام میشه، یه خورده سریع تر بگیم، یه رو وقت هست. حالا این یه محدودیتی داره دوستان، ببینید F هم فقط رو دو تا پارامتر میتونه اعمال بشه، یعنی یک A رو بگیره یک A رو بده. حالا فرض کنید این B خودش یه فانکشن باشه، چه اتفاقی میفته؟ بذار رو عکس بگم، این B فکر کنید خودش یه فانکشن باشه، اگر بگم A به B بده تهش باید یک فانکتوری میده از اون فانکشنه و من دیگه اونو رو هیچی نمیتونم اعمال کنم، یعنی FMAP سر دوتا پارامتر وای میسته دیگه، جلوتر نمیتونه بره. برای همین یه مفهومی اومده به اسم اپلیکیتیو یا اپلیکیتیو فانکتورز، یه حالتهای خاصی از فانکتورها هستن که میگه خود اون فانکشن رپ شده توی کانتکستی، مثلا فانکشن به اضافه 3 خودش توی کانتکستیه، دو من هم توی کانتکستیه، چیکار میکنه؟ فانکشن رو از کانتکست در میاره، اون پارامتر رو از کانتکست در میاره، فانکشن رو روی پارامتر اعمال میکنه، نتیجهش رو میرزه توی یه کانتکست دیگه. اوکی؟ حالا مثال اپلیکیتیو رو اگه من تو کاسلیم بیارم، ببینید همونطور که چون گفتم اپلیکیتیو فانکتور یه نوعی از فانکتوره، پس ما اکستند میکنیم از فانکتور. حالا اینجا ببینید اون موقع F از A به B بود، الان F آپشنال A به B، یعنی خودم فانکشن اومده توی آپشنال، بقیهش مثل اونا F A F آپشناله F B هم آپشناله. و تعریفش اینه، میگیم اگر اون پارامترمون وجود نداره که امتی برگردم، اگه فانکشنمون هم وجود نداره امتی برگردم، اگه فانکشن وجود داره اف ای رو از تو جعبش در بیار، اف رو از تو جعبش در بیار، اعمال کن روی این، تهش بریز توی آپشنالی و برگردم. بازم برای اینکه مقایسه کنیم میتونیم توی اسکالاش هم ببینیم تمیزتره در حقیقت. میگم اگه نان بود نان، سام یه چیزی بود، اون وقت رو اف مچ کن، اگر سام جی بود یعنی جی خودش یه فانکشن بود، جی رو روی ای اعمال کن و برگردون. حالا اینجا میخواییم این اف رو اعمال کنیم، اینجا اون مفهوم پارشال اپلیکیشن به کمک ما میاد، چون اگر ما بدونیم که هر تابعی رو هر فانکشن رو میشه پارشال اعمال کرد و کاری کرد، پس یک فانکشنی که دو تا عدد میگیره با هم جمع میکنه رو میتونیم بگیم یک فانکشنی که اینت میگیره و دوباره یه اینت به اینت برمیگردونه.
حالا اینجا دقت کنیم، ما دو تا آپشنال میسازیم، میگیم سام دو سام سه. بعد میایم اف مپ میکنیم، اف رو میگیم این اف رو روی این سام دو اعمال کن، ببینیم چی به ما برمیگرده. وقتی اف مپ میکنی، خب اون موقع توی فانکتور این میشه A، کل این میشه B تو فانکتور. پس فانکتور F B رو برمیگردون دیگه. پس آپشنال اینت به اینت رو داره برمیگردون رو. حالا دقت کنید، من نمیتونم دیگه اینو اعمال کنم روی سه. اگه من اینجا بنویسم آپشن فانکتور F map کن، F map result رو رو سام سه، ارور میده به من، میگه من یک اینت به فلانی میخوام ولی تو یه آپشنال اینت به اینت به من دادی. پس اف مپ سر پارامتر دوم دیگه گیر میکنه، برای همین از اپلیکیتیو استفاده میکنه. ما میگیم که اف مپ ریزالت رو هر چی که گرفتی اپلای کن، اون موقع اسمش بود اف مپ، تو اپلیکیتیو میشه اپلای، یعنی اپلیکیتیو اف اپلای اف مپ هم داره، چون از اف مپ از فانکتور میگیره، اپلای هم که داره. اف مپ ریزالت رو اپلای میکنه روی سه و ما توقع داریم که جوابمون بشه یک آپشنالی از 5 و چون تستامون پاس شده میدونیم که این اتفاق افتاده و میرسیم به مبحث آخرمون، موناد. موناد خیلی مفهوم مهمیه تو فانکشنال پروگرامینگ، چون تمام چیزهایی که ساید افکت هایی که گفتم وجود داره رو میتونه هندل کنه به صورت یک کاملا فانکشنال پیور. و الان توی این ارائه فرصتش نیست مثلا مثال بدیم از اینکه چی کار داره میکنه، ولی اگه علاقه من بودید میتونید اونم بخونه. حالا موناد چطوره؟ موناد اسم فانکشنش میشه بایند، یعنی اف مپ داشتیم، اپلای داشتیم و حالا یه فانکشن دیگه اضافه میشه به اسم بایند. بایند اینطوریه که شما این ام همون اف اینجا چون موناد شده اسمش شده ام، یعنی همون کانتکست. یک پارامتری تو کانتکست دارم، یک فانکشنی دارم که بدون کانتکست میگیره با کانتکست برمیگردونه و تهش یک بی دارم که توی کانتکسته. و فرض کنید یه فانکشنی دارید که یک عددی رو میخواد تقسیم بر دو کنه، اگر زوج بود نصفشو بده، اگر فرد بود هیچی بر نگردونه. عدد خودش توی یک جعبه یه تو کانتکست، عدد رو میکشیم بیرون، فانکشن عدد خالی رو میگیره ولی چیزی که برمیگردونه توی کانتکسته. پس سه رو میدیم بهش، میگه سه زوج نیست پس من یه جعبه خالی بهت برمیگردونم. اگر این چهار بود، این جعبه بود که توش عدد دو بود. و کد موناد اینطوری میشه که دوباره موناد بچه اپلیکیتیو، اپلیکیتیو خوش بچه فانکشن، و یه متد بایند اضافه میشه که این یه اف میگیره، یک فانکشنی رو میگیره که از ای به آپشنال بی، یه اف ای میگیره و یه آپشنال بی برمیگردونه. و تعریفش هم اگر نگاه کنیم اینه که اگر اون اف ای وجود نداشت خالی برگردون، اگه وجود داشت اف ای از جعبه در بیار، اف رو بهش اعمال کن. و یه سخت‌ترین مثالی که اینجا داریم اینه، ما یک اف داریم که دو تا اینت میگیره، بر هم تقسیم میکنه، اگر وای صفر بود، چون بر صفر نمیشه تقسیم کرد، خالی برمیگردونه، اگر نبود نتیجه تقسیمشون رو توی یک آپشنالی به ما برمیگردونه. و ما اینجا آپشنال 4 درست کردیم، آپشنال 2 درست کردیم. اول میایم مپ میکنیم، اینو ران کنم. من این اف رو روی این سام 4، اف رو که اف تا اینجا فانکتور اف مپ رو که کال کنید، اینو میذاره توی آپشنال برمیگردونه. پس میشه یه آپشنال اینت به آپشنال، آپشناله که توش یه اینتی هست به آپشنال اینت. بعد میتونیم نتیجه اینو به صورت اپلیکیتیو اعمال کنیم روی سام دو. اگر روی سام دو 4 تقسیم بر 2 میشه 2، پس ما توقع داریم که آپشنال 2 بهمون بده، ولی در حقیقت آپشنال 2 برمیگردونه. اینا اگه دقت کنید، چون خود خروجی این آپشنال 2 بار آپشنال میشه. یه فانکشنی هست توی یک، احتمالاً دیدید فلت مپ. فلت مپ اینه که یک مثلا لیستی از لیستی رو برمیگردونه و یه لیست
دقیقاً فلت مپ اگه بکنید همین رو میبینید آپشنال دو رو از توی میکشه بیرون، یعنی اون چیزهایی که دیدید مختص لیست نیستن، مختص هر مال هر کانتکستی هستن. و من برای اینکه مقایسه کنیم بایند هم زیرش کال کردم. وقتی fmap result رو روسانه دو بایند میکنید به جای apply، مستقیما به جای optional یه دونه برمیگرده. یعنی فلت مپی که تا حالا کار میکردید یک فانکشن مونادیک بود، یعنی لیست خودش یه موناده، فلت مپش یه دونه متد بایند، فانکشن بایند، مپش fmap، و همه اون چیزایی که تا حالا کار میکردید میبینیم که اینجا کاملا یک سری بیس تئوری خیلی قوی پشتش هست. و اینم از موناد. من دو سه تا مثال دیگه نشون بدم ارائه تموم شده. همینا رو اگه توی اسکالا نگاه کنیم، اگه موناد هم نگاه کنیم، خیلی شبیه هم. و اینم هسکلشه که فانکتوره و هسکل رو نگاه کنید، انگاری فرمولای ریاضیه دیگه کنن. من فکر کنم به من گفتن چند دقیقه پرسش و پاسخ آخرش آقای آبادی، گفتم بذار من ارائه‌ام تمام شده، اگه کسی سوالی داره من در خدمتش هست. اول سلام، دوم راجع به همین قسمتی منادی که توضیح دادید، پس توی منادا میتونیم سرور کال کنیم، لاگ بزنیم یا ساید افکت داشته باشیم؟ یه لحظه وسط حرفتون ببینید، توی هسکل همه ما میگیم هسکل یه زبان فانکشنال پیور دیگه، پس کجا پرینت کنیم، کجا کارمون انجام بدیم؟ هسکل وقتی فانکشن مینش رو کال میکنیم میگی آی او، در حقیقت یک مناد آی او داری کال میکنیم، و اینا وقتی میرن اونجا، حتی این یه سینتکتیک شوگره، یعنی این واقعا اینجا داره فانکشن های بایند و اینا کال میشه. آی او هم شما یه موناد در نظر بگیری، مثلا فانکشنی که داره یک چیزی رو از کنسول میخونه میشه چی؟ میشه یه آی او مثلا که یه چیزی داره برمیگرده، یا برعکسش یه خود مین چون چیزی تحویل نمیده یک منادیه که خروجی نداره. اینا رو میتونید با هم چین کنید و همه یه، حتی اکسپشن تو فانکشن ما اکسپشن رو نمی کنیم، اکسپشن ها رو به صورت یه موناد میدیم و اینا خودشون محو میشن تو لول های بالا. کنیم بعد ببخشید من سوالم چند تا سالی دو سه تاشو میپرسم. یه جا گفتین مثال ایمپیور ستون گفته بودی پیور نیست، یک بار دیگه میفرمایید کدوم بود؟ این؟ این بله، اگه گفتیم ورودی داشته باشه که همیشه همون خروجی رو برگردونه. نه ورودی نه، با تغییر بدی شما ایکس رو گرفتی بعد بذاری چهار یه دفعه ایکس رو عوض کنی. ما البته خب پاس بای ولیویم، برای همین هیچ وقت نمیتونیم ورودی همون رو تغییر بدیم. این باز همچنان برای صادقه؟ نه دیگه، گفتم توی کاتلین خودش جلوشو میگیره، ولی توی یه زبانی که میتونی این کار رو بکنی میتونی عوض کنی مقدار ورودی رو. توی 6 هم همین مثال وجود داره طبیعتا، به نظر میاد یعنی توی زبانهای خیلی فانکشنال هستش که لتو مثلا همین حالت ریاسان کردن وجود نداره، ولی در واقع خب این یه تابع هستش دیگه، یعنی اثر جانبی نداره. چیزی که توی تابع مهمتر بودش این که اثر جانبی نداشته باشه. شما دارید یه ور برمیگردون، میگم تو کاتلین نمیشه، خب ولی این وره که همینجا تکلیفش مشخص میشه، تمام دارید برمیگردین شما. خب عوضش که نمیکنیم، چون وقتی تابه تمام شد تابه هم ببین الان اینجا مثال خوبی نیست توی کاتلین، من چون شما با دید جاوا کاتلین داری نگاه می‌کنی، ولی شاید یه زبانی مثل سی اگر استفاده کنی همون رو می‌تونی برگردونی و اون میشه ورودی فانکشن دیگه. آره اگه رفرنسش رو برگردونیم طبیعتاً خب، مثلا چون... اگه پوینتر برگردونیم خب آره مثلا خیلی شما تو دیتیل داری، مثلا با اونا کار ندارم چون سی رو آره میگم میشه همچین اتفاقی بیفته. پس ما هیچ فانکشن پیوری نمیتونیم داشته باشیم که هیچ ورودی نگیره؟ اصلا اگه یه فانکشنی بخوام داشته باشیم حتما ورودی داشته باشیم. شما ببین خودتون فکر کنید وقتی ورودی نداشته باشی یا باید یه استیت گلوبال رو عوض کنی،
یا یه چیزی از خودت بسازی و برگردونی و اون عدد جز عدد ثابت نمیتونه باشه. وقتی عدد ثابت برمیگردونی داری یه عدد برمیگردونی دیگه، فانکشن نیست، تایپش عوض میشه دیگه، اصلا از اینت به اینت نیست، یه اینت داری برمیگردونی. خواهش میکنم. چرا ما باید سعی کنیم یا بهتره که فانکشنال کد بزنیم بنویسیم؟ نگفت کسی بهتره، کلا هر کدوم کانتکست خودشو داره. هر جایی شما میتونید ببین، فانکشنال یه مزیتی که داره به خاطر هم رفرنشال ترانسپرنسی، شما میتونی اثبات کنی برنامه رو، یعنی اثبات ریاضی کنی، یعنی فرمال وریفیکیشن کنی، از لحاظ ریاضی من ثابت میکنم با این اسپسیفیکیشنی که میخوام این برنامه درست داره کار میکنه. یعنی شما توی داری هی یونیت تست مینویسی، تستای مختلف مینویسی، آخرش هم کاورج کامل نداری، ولی تو فانکشنال اگه حوصله داشته باشی میتونی بری اثبات کنی که این برنامه داره درست کار میکنه. و شما خیلی از ساید افکت ها رو نداری، مثلا خیلی از چیزایی که توی مالتی تریدینگ جاوا خواهی داشت نداری. مثلا شما نگاه کنید مدل های دیگه ای که برای کانکرنسی هست، مثل اکتور مدل، اینها همه چی توش ایمیوتبله، همه چیش فانکشناله. چیزی که مثلا آکا داره استفاده میکنه یا ارلنگ داره استفاده میکنه و ایمیوتبیلیتی رو کلا ترجیح میدن که هیچ چیزی عوض نشه، ولی اوورهد داره. یعنی شما هر موقعی که ایمیوتبیلیتی داری، داری یه اینستانس جدید درست میکنه به جای که همون رو ادیت کنی. ولی اینا مدیریت میشه. مثلا شما اگه فرض کن تو خود جاوا اگه همه چی لوکال باشه، گاربیج کالکتورت میتونه تشخیص بده و اینا رو سریع جمعش کنه. یا مثلا توی هسکل یا توی اسکالا اگه تیل ریکرژن بزنی برای ریکرژنات، استک درست نمیکنه، این پشت سر هم دیگه برای استک ویندو درست کنه، خود اون کد رو میگیره کپی میکنه و یه کد کاملا مثل فور لوپ اون زیر درست میکنه، حجم کدت میره بالاتر بایت کدت، ولی که هم سرعت تمام میشه. مثلا شما یه دونه مثل فاکتوریال رو چون میتونی تیل ریکرسیو بنویسی، یه فاکتوریال خیلی زیاد رو میتونی تو کسری از ثانیه تو اسکالا یا اسکل بازگشتی انجام بدی بنویسی. من یه مدلی تیل ریکرسیو الان همین تیل ریکرشن رو ما توی کاتلین هم داریم که میتونیم قشنگ بنویسیم که آره این تیل ریکرشن میشه و بعدش میاد اونو اگه تو بایت کدش نکنی یه تبدیلش میکنه به انگار گو تو، یعنی انگار هم فانکشن رو دوباره اجرا میکنه. الان اینو من نفهمیدم، گفتین که تو زبان هاسکال و تو زبان مثلا چیز دیگه این کار انجام نمیشه دوباره؟ نه گفتم اگه بیت ریکرشن تو یه طوری بنویسی که بشه تیل ریکرشن روش انجام داد، اون کار روش انجام میده و مینویسه. چون هر چیز ریکرسیو رو نمیتونه تیل ریکرسیو بنویسه، باید عوضش کنه. که نیست دستتون درد نکنه.